سو سلام برادر خواهرای عزیز، مهمونای عزیز در حضوری و همینطور هم کسانی که از طریق اینترنت با ما وصل شدن، خوش اومد میگم. همینطور هم این خدای تسلیث که امروز اینجا این فضای ما رو پر کنه از محبت خودش، از فیض خودش، همینطور هم این رفاقت، این مشارکتی که احتیاج هست که با روح القدس داشته باشیم. ما باور میکنیم این خدای تسلیث که هر سه تا عمل میکنم و امیدوار هستم امروز، نه امیدوار هستم، باور میکنم که امروز هم خداوند عمل خواهد کرد. مخصوصا در این زمانهای سخت که اتفاق میفته خیلی مهمه که کلیساها بتونن درست بایستن با حکمت خدا، با قدرت خدا، و نه فقط این برحال با قدرت برحال روح القدس، اما باید اونجا بایستیم. فقط یه چیزی که خیلی مهمه که در این زمان آخر هم که ما زندگی میکنیم که ملاقاتهایی با خدا داشته باشیم، ملاقاتهای صمیمانه با او داشته باشیم. آمین. چون ملاقات هاست که ملاقات های صمیمانه هست که ما رو تبدیل میکنه، نه برای یک روز، یک دو روز، سه روز، یک ملاقات هایی هستن که زمانی که واقعا قلب خدا رو، دست خدا رو الان طوری که خودش میخواد، نه خودمون میخوایم، بیاد ما رو لمس میکنه، یه کاری انجام میده، اینجاست که یه تبدیل هایی در ما انجام میشه و ما میدونیم و باور میکنیم اون خدای تبدیل ها، باور میکنیم که خدا همینطور که اولین معجزه‌ای که کرده چطور آب رو به شراب تبدیل کرده. و آرزوی من هر روزی که زندگی میکنم، نه خدا من به من قدرت بده که بتونم بهتر خدمت کنم، بهتر با حکمت خدمت کنم، این چیزایی هست که نرماله. فقط من میگم زمانی که ملاقات رو با خدا، این جرقه‌ای که در اون هست، من و قلب من و زندگی من و فکر من رو قرار میگیره، دیگه اتوماتیک همه چیزم به این نظم میاد. برحال امروز میخواییم در مورد همون ملاقات با خدا صحبت کنیم، چیزی که خدا چند مدت هست که تو قلب من گذاشته. و امروز هم میخواییم یکم شاید از یک دو تا زاویه های نگاه کنیم، چون بعضی وقت هست که ما اصلا شاید روش رو نمیدونیم ملاقات با خدا یعنی چی، و فکر میکنیم الان من باید یه کارهای انجام بدم یا چیزهای انجام بدم، یا بعضی هستن که فکر میکنن الان برای با خدمتهای خودش به کارهایی که انجام میدن ما میتونیم به خدا ملاقات داشتیم. کسانی هستن که میتونم بگم که شاید از صبح تا شب اونجا کلام میخونن، دعا میکنن و همینطور روزه میگیرن که بتونن ملاقات داشته باشن. و به این خاطر میخوایم امروز هم از این زاویه‌های نگاه کنیم که چطور میتونیم واقعا با یک روش‌های درست که خدا میخواد، نه من فکر میکنم باید بکنم، اینو میخوایم به دست بیاریم. زمانی که اینو متوجه شدیم یا دیدیم، شاید یه قسمت‌هایی فقط با یک موعظه هم نمیشه، بلکه چیزایی هست که مکاشفه‌هایی هست که خداوند به ما باید ببخشه. و در عبرانیان باب 4 آیه 16 میگه که پس با دلیری نزدیک به تخت فیض بیاییم تا رحمت بیابیم و فیض را حاصل کنیم که در وقت ضرورت ما اعانت کند. یعنی الان ما باور میکنیم که الان ما میتونیم به وسیله یا به خاطر خون عیسی مسیح وارد این قدس الاقداس بشیم، یعنی وارد جلوی تخت خداوند بشیم و فیض رو دریافت کنیم. فیض یعنی بخششی است که خداوند روز به روز برای قوم خودش آماده کرده. هر چیزی که ما احتیاج داریم برای یک زندگی دینداری و برای زندگی مقدس به وسیله فیض خداست که به ما بخشیده میشه، و این فیض که استفاده میکنیم روز به روز بیشتر و بیشتر طبیعت خدا در ما قرار میگیره. و به این خاطر بدون فیض خدا نمیتونیم زندگی کنیم. به این خاطر اینجا که میگه که با دلیری، با شادی، با استقامت درسته؟ بعضی وقت کلمه‌ای به دهنم میاد نمیدونم درست گفتم یا نه. برات پس با دلیری، با ایمان، با اعتماد هر روز میتونیم بریم اونجا. از یه جایگاهی هست که ما میتونیم فیض دریافت کنیم، هر چیزی که ما احتیاج داریم که بتونیم یه زندگی
موفقی داشته باشیم، زندگی روحانی داشته باشیم. همزمان هم خداوند هر چیزی که به ما احتیاج هست برای زندگی شخصی ما، الان کار مدرسه از دانشگاه و هر چیزایی که الان هست، زندگی خانواده، همه به ما بخشیده میشه. پس ما قدرت خودمون احتیاج نیست زندگی کنیم، بلکه هر روز جستجو کردن او و آمدن جلوی تخت فیض عیسی مسیح، اونجا میتونیم دریافت کنیم. و همینطور هم احتیاج به فیض خدا داریم، چون عیسی مسیح میگه که هر کسی میخواد شاگرد من بشه باید صلیب خودش رو برداره و من رو پیروی کنه. و اینجا هم خداوند به ما فیض میبخشه، قدرت میبخشه، توانایی میبخشه و هر چیزی که ما احتیاج داریم، مخصوصا صلیب عیسی مسیح رو روی دوش خودت گرفتن چیز آسونی نیست. صلیب عیسی مسیح، صلیب خودت رو برداری، صلیب عیسی مسیح نیست، صلیب عیسی هیچ کسی نمیتونه برداره. صلیب خودمون که میخوایم برداریم یعنی خیلی چیز واقعا سخته، چون صلیب مرگ توست، از همه چی گذشت کردن توست. و زمانی که میخوایم صلیب رو برداریم، عیسی مسیح من میخوام صلیب تو رو و صلیب خودم رو بردارم و تو رو پیروی کنم، احتیاج به فیض تو داریم، احتیاج داری به ما قدرت ببخشی، احتیاج دارم به من حکمت ببخشی، روش‌های خود رو به من ببخشی. و اینجاست که خدا ما رو داستان خودش رو برای ما می‌نویسه و همینطور هم یه سفری با ما میره، تو این سفری که واقعا میتونیم او رو تجربه کنیم. و این هست که دوباره فیض دریافت می‌کنیم، یه هدیه‌هایی میتونم بگم، شاید اینو متوجه بیشتر متوجه بشیم، هر چیزی که ما احتیاج داریم خدا ما به ما می‌بخشه. و همینطور هم احتیاج به فیض خدا هم داریم که این وارد یک ملاقات صمیمانه با او داشته باشیم. یک ملاقات با خداست که زندگی ما دگرگون میکنه، عوض میکنه، ما رو تبدیل میکنه. من نمیخوام این آلبرت دیروز باشم، من میخوام آلبرت تازه باشم امروز. من میخوام بعد از یک سال و برای 6 ماه میخوام ببینم که چقدر مسیح در من شکل گرفته، چقدر تمام شخصیتهای رفتار صفتهای خدا در من قرار گرفته. مسیحیت یعنی این، باید بیشتر و بیشتر خدا در ما دیده بشه. و این ملاقاتهایی هست، من نمیتونم از صبح تا شب بتونم برم الهیات بخونم، کلام رو بخونم، کتاب مقدس رو از اول تا آخر حفظ کنم، فقط هیچ شخصیتی، شخصیت مسیح زندگی نکنم. چون همه چی رفته تو مغز تو و همه چی خوب بلد هستی، فقط زندگی کردن رو، یعنی زندگی در روح کردن رو، اونجا نمیتونیم الان زندگی کنیم یا اصلا مسیح رو نمایان سازیم. و همینطور که گفتم فیض یک هدیه ای که هست که خداوند به ما داده. این افسسیان باب 2 آیه 8 تا 9 اینجا میگه که زیرا به سبب فیض خداست که شما از راه ایمان نجات یافتید و این کار شما نیست بلکه بخشش خداست. این نجات نتیجه کارهای شما نیست، پس هیچ دلیلی وجود ندارد که کسی به خود ببالد، یعنی فخر کنی. این یه ترجمه تفسیری بود. فقط قدیمی رو میگه محل فیض ما نجات که پیدا کردیم، اینم از شما نیست، این بخشش خداست. یعنی هر چیزی که ما الان اینجا نشستیم همه چی بخشش خداست، که هیچ کسی فخر نکنه که تو یه کاری کردی. پس زمانی که این تمام این چیزهایی که نجات رو ما پیدا کردیم و همه چی فیض و بخشش خدا بود، و الان ما به یه جایی میرسیم که الان چطور میتونم الان این فیضی که بخششی که خدا من به من داده، چطور میتونم بتونم این ملاقات صمیمانه با خدا داشته باشم، ملاقاتی نه فقط احساسات من یکم بیشتر بشه یا موهای تنم سیخ بشه، در مورد این صحبت نمی کنم. ملاقاتی یعنی میره توی ته قلب تو، روح تو رو تبدیل میکنه. این یه چیزی هست که شاید افرادی هستن که ایماندار هستن اصلا اطلاع ندارن ما باید ملاقات داشته باشیم. شاید فکر کردن همینطور ما مسیح شدیم الان باید همینطور صلیب مسیح رو برداریم بیایم توی کلیسا خدمت کنیم، کارهای انجام بدیم و بریم. نه، الان این نجات که خداوند به ما بخشیده، ما الان فرزند خدا شدیم، الان خدا میگه که برام یه چیز خیلی مهمتر، بیشتر، زیباتر، پرشکوفتر است و این ملاقاتی است که با من باید داشته باشی که تبدیل بشی.
پس فیض یک بخششی هست که خداوند به ما بخشیده، اما چه قربانی، چه بهایی هست که ما از طرف خودمون باید پرداخت کنیم که وارد این ملاقات بشیم یا وارد این فضا بشیم که خود خداست، عیسی مسیح یا روح القدسه، که اونجا ما بتونیم اونجا تبدیل بشیم. و تقریبا مثل میتونم بگم یک قربانی محبته، آلمانی میگن لیبسوپفر. میخوام درست متوجه بشیم، من نجات پیدا کردم، همه چی هدیه خداست، الان خدا میگه که زو، الان یه بخش دیگه هست، آیا واقعا میخوای تبدیل بشی؟ احتیاج به ملاقات داری و این ملاقات زندگی تو رو دیگرگون خواهد کرد. من تو رو نجات دادم، عیسی مسیح میگه که تو رو وارد کنم به اون ملاقات، به این تبدیلی که باید بشی. عیسی مسیح میگه من روی صلیب اینجا تمام بها رو پرداخت کردم و کفاره گناه شدم و همه دردهای تو، همه گناهای تو روی خودم برداشتم که تو رو نجات بدم، از تاریکی آوردم اونجا. الان میگه که آیا میخوایی وارد این ملاقات صمیمانه، ملاقات محبت با من بشی یا نه؟ و اینجاست که باید نگاه کنم چه بهایی من باید الان پرداخت کنم. دیگه این فیض نیست، یه چیزی هست که من باید قدمی باید وردارم، و زمانی که این قدم رو میخوام وردارم، بگم خدا من میخوام واقعا با تو آشنا بشم، میخوام ملاقات صمیمانه با تو داشته باشم که دیگرگون بشم. و اینجا میگه که من این فیض رو به تو میبخشم، فقط قدم رو تو در این قسمت باید ورداری. الان شاید یکم بیشتر در مورد صحبت کنم، متوجه بشین که در مورد چی صحبت میکنم. در عهد عتیق میبینیم که قربانی های مختلف وجود داره. در لاویان میبینیم باب 1-5 اونجا میگه که قربانی سوختنی هست، قربانی های هدیه آرد هست، قربانی سلامتی هست، قربانی گناه هست و قربانی جرم هست. این تمام چیزهایی هست که عیسی مسیح روی صلیب انجام داد که ما رو نجات بده. محض فیض ما نجات یافتیم. فقط اونجا یه بخشایی هست که در مورد قربانی های داوطلبانه صحبت میکنه. اینجا که داوطلبانه هست، یعنی خدا همه کار رو الان انجام بده، الان تو اینجا ایستادی و میگه که چه چیزایی هست که تو خودت، قانون شریعت نیست، چی میخوایی، چه قربانی میخوایی داوطلبانه پرداخت کنی که با این نشون بدی که واقعا خدا دوستت دارم، واقعا تو همه چیز من هستی. و اینجا میبینیم که در لاویان باب 22 آیه 18-22 به نسرین خواهش کردم بخونه، چون این خیلی سخته برای من خوندن. هر کس از خاندان اسرائیل و از غریبانی که در اسرائیل باشند که قربانی خود را بگذرانند برای اینکه به جهت شما پذیرفته شود، باید نرینه بی‌عیب باشد، گوساله یا گوسفند یا بز. آنچه را که عیب یا نقص دارد تقدیم مکنید، زیرا به جهت شما پذیرفته نخواهد شد. برای آنکه پذیرفته شود باید بی‌عیب و بری از هر نقص باشد. کور یا لنگ یا مجروح یا آبله‌دار یا گر یا مبتلا به جرب را به خداوند تقدیم مکنید و هیچ یک از اینها را به عنوان هدیه اختصاصی یا آتشین برای خداوند بر مذبح مگذارید. آمین. سو اینجا در مورد که داوطلبانه صحبت میکنه، منظور نیست که الان هر چیزی که دوست داری میتونی بیاری، بلکه میگه که ببین، زمانی که برای من هدیه میخوای بیاری، این هدیه، این گاو یا گوسفند، هر چیزایی باید باشه، هیچ عیبی باید توش نباشه. نرو مثلا یه چیزی که باقی مونده، یه چیزی که مثال میگم، یک بره یا یک گوسفندی که نمیتونی الان مثلا استفاده کنی، برداری و پیش من میگه ای خداوند الان آمدم هدیه داوطلبانه به حضور تو بیارم. خدا میگه که اینو رد کن، اینو هیچ موقع نخواهم پذیرفت.
پس اینجا وارد یه بخشی میشیم که خدا میگه که هدیه هایی که برای خداوند میخواییم بیارین باید پاک باشه، بی عیب باشه، هیچ لکی وارد نباید توش باشه. این هدیه هایی هست که داوطلبانه میتونین پیش من بیارین. اون موقع واقعا نشون میدی که من ارزشش رو دارم، اون موقع نشون میدی که واقعا منو دوست دارین، که بهترینش رو بیارین. پس اینجا نگاه میکنیم بیاید دو تا قربانی هایی هست که یک چی هست که خداوند همه کار رو به ما برای ما انجام داده، وارد پادشاهی خودش کرده. الان میگه که الان داوطلبانه هست، راحت باشین، هر کی دوست داره میتونه بیاره. پس زمانی که میخوایم داوطلبانه یه چیز رو بیاریم، پس اینجا خدا میگه بهترینش باید باشه. با این بهترین واقعا نشون میدیم که واقعا عیسی تو لایق پرستش و حمد هستی. واقعا میخواهید میتونی نشون بدی خدا من واقعا با تمام دلم تو رو دوست دارم، من بهترینش رو برای تو میارم. چیزی نیست که مثلا باقی مونده رو، چیزی که من مونده الان، ای خدا من ببین الان برای تو این هدیه رو آوردم. خدا نگاه میکنه میگه از مذبح خودم، از مذبح من دور کن، نمیتونم بپذیرم. زمانی که خدا رو نگاه میکنیم در یوحنا باب 3 آیه 16 و 17 میگه خدا انقدر دنیا رو دوست داشت که یگانه پسرش رو داد، قربانی کرد که ما رو از داوری آزاد کنه و حیات جاودانی رو ببخشه. این هدیه ای هست که پاک، بی عیب، در عیسی مسیح هیچ گناهی پیدا نشد، هیچ عیبی وجود نداشت، هیچ لکه‌ای وجود نداشت. شیطان آمد، تمام فریسی ها آمد، تمام این کاتبان ها آمدن، همه آمدن میخواستن یک عیبی پیدا کنن درونش، یک عیبی پیدا میکردن، پس مورد پسندیده پدر نبود، پس خدا نمیتونست دیگه او رو بپذیره، عیسی مسیح رو بپذیره که به وسیله او ما نجات پیدا کنیم. گوش کن، گوش میکنین عزیزان؟ خود عیسی مسیح بهترین الگو رو برای ما گذاشته، میگه پدر جان برای من، از من نخواستی که من قربانی هایی برای تو بیارم، بلکه بدنی به من دادی که اراده تو رو انجام بدم. این قربانی بود که پدر روی صلیب عیسی مسیح رو قبول کرد. به وسیله این قربانی که بی عیب و پاک بود ما نجات پیدا کردیم. تا آخرین لحظه عیسی مسیح هیچ بدی از ذهنش بیرون نیامد، که حقش بود ما رو لعنت کنه، اما میگه که مثل بره ذبح شد روی صلیب، از حق خودش گذاشت، برای خودش فکر نکرد، بلکه گفته من آمدم اراده تو رو انجام بدم پدر جان. این یک قربانی هست که خدا میپذیر عزیزان. اونقدر تو و من با ارزش هستیم که خدا، خدای پدر، بهترینش رو که یگان پسرش بود، چیزی بهتری وجود نداره، داد. و عیسی مسیح چیزی که داشت حیات خودش، زندگی خودش بود، چیزی دیگه نداشت، این آمد و قربانی کرد روی صلیب. یعنی به خدا این هدیه رو آورد، این بخور خوشبو بود که پدر دعای عیسی رو شنید، گفته پدر ببخش، نمیدونن چی میکنن، گفته به خاطر اینکه این قربانی پاک و بی عیب است، دعای تو رو میشنوم و الان میبخشم، نه فقط بخشش، بلکه از مردگان رو برخیزانید، زنده کرد. الان ما اینجا قرار گرفتیم، الان ما نجات پیدا کردیم، الان چه قربانی هایی میخواییم برای خداوند بیاریم؟ ما معمولا میگه با فیض، بحث فیض، ما نجات یافتیم، خدا رو شکر ما فیض به دست میاریم، ما زیر فیض خدا زندگی میکنیم. باید از طریق فیض، از این فیض چه چیزی میخواییم استفاده کنیم؟ زندگی خودمون رو در این دنیا بسازیم، از این فیض استفاده کنیم، خودمون رو جلال بدیم، مقامای خودمون رو بلند کنیم. از این فیض چی میخوایم استفاده کنیم؟ چه هدیه هست که میتونیم به حضور خداوند بیاریم؟
در ملاکی باب 1 آیه 6 تا 8 اینجا میبینیم که نسیم بتونی این آخرین کتاب عهد عتیقه دیگه اونجا تمام میشه. بعد از این 400 سال خدا سکوت میکنه، بعد از این عیسی مسیح میاد. مثل اینکه اینطوری به شما بگم، مثل اینکه الان ما هم در این زمان آخر هستیم، شاید به اون آخر کتاب مقدس رسیدیم، عهد جدید رسیدیم. شاید این قسمت هایی هست که الان ما باید دقت کنیم ببینیم که خدا با من چه حرفی داره، چطور میخواد هدایت کنه زندگیمون، چطور باید الان به حضور خداوند باشه. میتونی بخونی؟ پسر پدر خود و غلام آقای خیش را احترام مینماید، پس اگر من پدر هستم احترام من کجا است؟ و اگر من آقا هستم هیبت من کجاست؟ یهوه سبایوت به شما تکلم میکند. ای کاهنانی که اسم مرا حقیر میشماری و میگویی چگونه اسم تو را حقیر شمرده ایم؟ نان نجس بر مذبح من میگذارید و میگویید چگونه تو را بی حرمت نموده ایم؟ و چون کور را برای قربانی میگذرانید آیا قبیح نیست؟ و چون لنگ یا بیمار را میگذرانید آیا قبیح نیست؟ آن را به حاکم خود هدیه بگذران، و آیا او از تو راضی خواهد شد یا تو را مقبول خواهد داشت؟ قول یهوه سبایوت این است. چقدر دردناکه نه؟ اینجا در مورد کاهنا صحبت میکنه، در مورد خادمین صحبت میکنه، یا در مورد ما صحبت میکنه. الان کسانی هستن که شبان هستن، کسانی هستن که رهبر هستن، کسانی که معلم هستن. به هر حال ما همه فرزند خدا هستیم و الان خدمت‌های مختلف داریم. و اینجا میگه که چطور منو احترام میذارین؟ اینجا که میگه که چون افراد که اونجا بودن فکر کردن خدا رو احترام میذارن، تمام آشغالای خودشون میارن پیش خداوند. ببخشید اینطوری میگم، تمام چیزایی که نمیخوان باقی مونده رو همه چی رو میارم پیش خدا. میگه ببین خداوند الان بیاری چی تو چی آوردم. خدا میگه بگذاری کنار، چه چیزی میاریم برای من؟ خودتون فکر میکنین الان به هر حال هدیه یک قربانی برای من میارین؟ بعد از اینجا میگه که چیز و چون کور را برای قربانی میگذارین آیا فدی نیست؟ و چون لنگ یا بیمار را میگذارونی؟ میگه برین این چیزها رو پیش ارباب خودتون، پیش یک کسی دیگه. آیا واقعا این رو ور میداره؟ الان یک گوسفند چلاق رو ور میداره میمیری یک به رئیس خودت، آیا این میپذیره؟ این الان انسان هستن، من که خدای قدوس هستم. مثل اینکه خدا میخواد یکم ذهن ما رو بیدار کنه و محکوم نمی کن. با این موعظه خدا نمیخواد محکوم کنه، بلکه چشمای قلبم باز کنه که ببینید چه هدیه برای خداوند بیاریم. الان هدیه ما گاو و گوسفند و چیزایی نیست. قربانی های ما، وقتمون، زندگیمون، چیزی که خداوند به ما بخشیده، برکت های ماست، عطاهای ماست، خواندگی ماست، هر چیزی که میتونه باشه. بعد از این باب 1 آیه 12 و 13 اینم بخونیم. اسم من در میان امتها عظیم خواهد بود، اما شما آن را بی حرمت می سازید. آنگاه که می گویید سفره خداوندگار ناپاک است و میوه آن یعنی خوراکش را می توان حقیر شمرد. خداوند لشکرها می فرماید. شما میگویید این چه زحمتی است و آن را به ریشخند میگیرید. پس خداوند میگوید آیا آنگاه که حیوانات دریده شده و لنگ و بیمار برای قربانی به من تقدیم میکنید میپندارید که از دست شما خواهم پذیرفت؟ معمولا قوم اسرائیل خوانده شدن که اسم خدا رو، اسم یهوه رو جلال بدن و تمام امتها با اون خدا آشنا بشن. همینطور هم کلیسا
خواندگی رو داره، به وسیله ما، به وسیله کلیسا خدا محبت خودش، قدرت خودش، بخشش خودش رو، رحمت خودش رو به دنیا نشون میده. ما نماینده خدا هستیم در این دنیا. کلیسا باید عیسی مسیح رو ظاهر کنه در این دنیا با زندگی ما، با رفتار ما و همینطور هم با چه دلی خدا رو میپرستیم. حالا میخوام این قسمت هایی که ما خوندیم یکم در موردش فکر کنیم. اگر این قربانی ها، کلیسای آلفا اومگا، این قربانی های برای خداوند میخوایم بیاریم، حالا خدا اینجا باشه، عیسی مسیح باشه، چی میگه، چی فکر میکنه؟ همه ما حتی فکر میکنیم ببین من برای خداوند این چیزا رو میاریم، وقت خدا میگه که من با اینطوری که با من رفتار میکنین، اینطوری که میگم که تمام چیزایی که باقی مونده هست، الان در مورد صحبت خواهیم کرد، تمام چیزایی که کور و کر و لنگ هستن میانی بیجن، من نمیتونم اون حضور من اینجا باشه، من نمیتونم با این حال با تو ملاقات داشته باشم. من تو رو دوست دارم، عاشقانه بها رو پرداخت کردم، تو رو نجات دادم، همه کارا رو انجام بدم، هنوزم دوستم دارم، دوستت دارم. پد بیشتر میتونم بگم به خودت ظلم میکنی، نمیتونی منو با من ملاقات داشته باشی، پس من نمیتونم ملاقات کنم با یه کسی که چیزای باقی مونده، چیزای بد رو برای من میاره. تقریبا مثل این که الان با عاشق نسرین هستم و الان میرم خونه، میام خونه برم، میرم مثلا یک گلهای مثلا دو روزه سه روزه رو بر میدارم میارم اونجا، بگم نسرین جان دوستت دارم، اینو برای تو آوردم، که یواشو یکم هم چیزش هم پژمرده هست، یا برم از یه باقی دیگه بدزدم، میگم این برای تو آوردم. شاید نسرین اطلاع نداشته باشه، فکر کنه مثلا فقط خداست که نگاه میکنه. زمانی که واقعا میخوام نسرین رو دوست دارم، پس میگم برم بهترینش رو بیارم. و یه زمانی بود که گلهایی میروردن، نسرین گفته ببین من گل نمیخوام، من میخوام با من بری رستوران. حالا میگم نه، من برای تو گل میارم، چون روش من اینه. و زمانی که یه دیدم هر چقدر گل میارم، من میکسر کنار میگه که من رستوران رو میخوام، اگه میخوای منو خوشحال کنی بیار چیز رستوران. بعد از این دیدم که اوکی باشه، پس سعی کردم دیگه اون موقع باهاش برم رستوران که نشون بدم ببین این چیزی هست که دوستت دارم، چیزی که تو میخوایی اینو برای تو آوردم، نه چیزی که من میخوام. و زندگی ما هم اینطوریه، و کسی که دوست داری برای سعی میکنی بهترینشو برای او بیاری. و اون موقع هست که میتونیم بگیم یه قربانی با پاکه. و مخصوصاًم الان میتونم الان نسرین رو گول بزنم، بگم باشه الان میخوام یه چیزی رو نشون بدم، انگیزه من یه چیزی دیگه باشه، انگیزه من محبت نباشه، انگیزه من مثلا مثال بگم مثلا نسرین مثال میگم الان چی برای من کارهای انجام بده یا منو بپذیره. این انگیزه اشتباس، اونجا محبت واقعی نیست، بلکه پشت این چیز یک چیزی هست که من میخوام از او دوباره وردارم. این چیزی نسرین متوجه نخواهد شد. پس زمانی که برای خدا این کارو میگه با انگیزه اشتباه میایم به حضور خداوند، پس خدا نگاه میکنه ببین برای من این کارو نکردی، برای خودت میکنی. آقا من چطور میتونم قربانی تو رو بپذیرم؟ دوستت دارم. شاید هنوز کور شده، هنوز متوجه نیستی. خدا تمام انگیزه های ما رو میدونه، با چه انگیزه ما خدمت میکنیم، چه هدیه میتونیم برای خداوند بیاریم که واقعا لیاقتش داشته باشه، بهترینش باید باشه. ملاقات با خدا، ما صحبت میکنیم در مورد چقدر وقت میذاری برای خداوند. اوکی چیز رفته، مرسی. چقدر واقعا وقت میذاری برای محبوب تو؟ چقدر از زندگی خودت بهترینشو بهش میدی؟ بهترینشو. بعضی وقت من میشنوم، نمیخوام به هیچ کسی رو محکوم کنم عزیزان، بعضی وقت میشنوم و وقت ندارم، صبح باید بریم کار بکنم، این کارو کنم، اون کارو کنم، اون کارو شب شاید شب بتونم انجام بدم. میگه باشه اوکی، الان سعی کن حداقل صبح نیم ساعت زودتر بیدار بشی
که بگی خداوند تو ارزش داری نیم ساعت کمتر بخوابم، چون واقعا تو مهمتره، این روز نمیتونم زندگی کنم بدون تو. یک شهادتی دارم از ایران که ما با ایران در تماس هستیم به وسیله واتساپ، به وسیله اینستاگرام. یه برادری بود که همینطور نجات پیدا کرده و بعد این دائما هفته یک بار، دو هفته یک بار ما هم در تماس هستیم و خودش هم گفته که برادر آلبرت همینطور سوالهایی میکرد، گفتن که خیلی مهمه که این دعا رو، این وقت رو برای خداوند بذاریم. بگیم برادر آلبرت من صبح بیدار میشم ساعت 7 باید برم سر کار و چطور انجام بدم که، گفتم خب نیم ساعت زودتر میتونی بیاد، مثلا چیشونی میتونی بیدار بشی و نیم ساعت وقت بذار برای چیز، یا نه من میتونم تو ماشینم، گفتم نه ماشین نمیتونی ملاقات داشته باشی، ماشین یه چیزی است که همینطور تمرکزت یه جای دیگه است، کتاب رو بخون. وقتی خودم امروز آمدم خودم رو بسپارم، آمدم با تو ملاقات داشته باشم. بعد از این خودش گفتم من میخوام انجام بدم. روز بعدش برای من یه اسمس نوشته، برادر آلبرت معجزه شده. گفتم چی شده؟ گفتم امروز رفتم سر کار، گفتم که از امروز به بعد رئیس تصمیم گرفته نیم ساعت دیرتر میتونیم بیام سر کار. گفته واقعا چون دیدم که ساعت 6:30 الان نیم ساعت رو مثل این که خدا هدیه داد بهش، چون خواست و خدا امکانات رو فراهم میکنه برای ما اگه بخوایم. چطور نگاه کنین عزیزان، چطور میتونیم خدا رو نشون بدیم که اون مهمترینه، زمانی که باقی مونده ها رو، خورده ها رو میخوایم بهش بدیم. موافق هستی؟ آیا شما میپذیری؟ این در مورد وقت بود. من شهادت خودم هم چند بارم توی کلیسا هم گفتم، من گل فروشی داشتم قبل از زمانی که ایمان آوردم، گل فروشی داشتم. صبح ساعت 3-4 باید بیدار می شدم و می رفتم سر کار. یه هایی موعظه رو شنیدم که ما باید صبح وقت داشته باشیم. گفتم خودم هم کس کی بخوابم؟ گفتم مثلا ساعت 3 ساعت 3:30 باید بیدار بشم دیگه. برای گفتم که من می خواستم صبح بیدار شدم. واقعا این تجربه زنده از بیدار شدم و اصلا اونقدر خواب‌آلود بودم و همینطورم کتاب رو ورداشتم میخوندم، اصلا نتونستم درست متوجه بشم چی نوشته. آخر گفتم به هر حال مثل اینکه این جسد خودم رو بوردم به حضور او. بعد از این گفتم که خدا این هست که من میتونم بیارم. بعد از این رفتم سر کار، یعنی توی این چیز این بلوم مارکت، یعنی یک سالن بزرگی هست که گلها رو باید بخریم، بازار گلها. واقعا خسته رفتم اونجا، همینطور که میرفتم این یه واگونی بودم، همینطور با این واگون چیز میکردم، اون افرادی که منو میشناختن میامدم. اولین شخصی که اونجا من دیدی گفت آلبه چی شده با تو؟ گفتم چی شده؟ گفته چی شده؟ گفتم نمیدونم چی شده. گفته این نمیدونم امروز یه طوری دیگه هست. گفتم نمیدونم، همین هست. خودم فکر میکردم، یعنی میدونم که خسته هستم هنوز. بعد از این رفتم، یعنی 3 نفر آمدن گفته که امروز چی شده، یه جوری میدرخشی. بعد از اینم نمیتونستم بفهمم. آخر واقعا خواهر برادر عزیز، مثل اینکه خدا از پشت، همینطور که میرفتم از پشت اینطوری چیز کرد، گفته که تو میدرخشی چون نیم ساعت زندگیت صبح زود بیدار شدی و منو جستجو کردی، تاثیر گذاشت. از این موقع متوجه شدم بهترینش رو میدی، بهترینش خدا به تو میبخشه در همه قسمت ها، در قسمت پول. در قسمت 10:1 آیا ارزش داره که کلام خدا میگه که 10:1 رو به تو میده که همه چی رو برکت بدم؟ بعد از این میایم اینجا معامله میکنیم، نه این عهد جدید، عهد عتیق نیست، عهد عتیق اینطوری، عهد جدید، بس میکنیم با خدا. باشه 5 رو بده، 2 رو بده، طبق 2 هم ملاقات خواهی داشت. و خدا قلب ما رو میده. به این خاطر خدا میگه هر چیزی بخشنده واقعا با تمام دل باید ببخشی. وای 10:1 رو باید بدم، پاستور گفته، نمیدونم این گفته اون گفته. باشه ندین،
دنبال اینم نیستیم که ده یک بدیم که خدا من برکت بده، نه، تو رو نجات داد، از جهنم نجات داده، آورده اینجا و حیات جاودانی رو به تو بخشیده، میگه این ده یک رو الان به من بده، مال منه، تو میدزدی از من. آ چطور میتونیم ملاقات با اون خدا داشته باشیم که پولش رو میدزدیم؟ او دنبال پولم نیست، دنبال قلب ماست. موافق هستیم؟ ندین، دنبالش هم نیستیم. پس فراموش کن ملاقات رو. مطمئن هستم اینطوری هم شما با دیگران هم رفتار میکنین، کسی که تو رو بی احترامی میزنه، کسی که اصلا با انگیزه های اشتباه روبرو میشین، یا رد میکنی، میگه نمیخوام. بعد کسی که واقعا با صداقته، با شفافیت میاد و واقعا تو رو ارزش قائل میدونه و واقعا میخواد در صداقت با تو چیز داشته باشه، اون موقع متوجه میشی فکرش، انگیزش درسته. همینطور در خدمت ها ما بعضی وقت ما اطلاع نداریم، ما نمیدونیم چقدر ما خدا رو بی‌حرمتی میکنیم. خداوند، من الان یک شنبه موعظه دارم، اینم در مورد خودم صحبت میکنم، موعظه دارم، الان آمدم پیش تو، خداوند خواهش میکنم به من پیام رو بده، پیام رو بده بیتم یک شنبه بیتونم موعظه کنم، پیام رو بده. آمدم حضور تو رو جستجو میکنم، جلوی تو آمدم، زانو زدم، الان بیا به من بگه. خدا به من میگه، میده، میام اینجا موعظه میکنم. خدا میگه تو آمدی پیش من فقط به خاطر موعظه، به خاطر من نامدی. تو نامدی پیش من پرستشم کنی و بگی به من مهم نیست موعظه، مهم منظور من نیست که، خواهش من رو درست متوجه بشین. خدا من آمدم به حضور تو، در حضور توست، تو رو پرستش میکنم، تو رو میگم چقدر دوستت دارم، چقدر عالی هستی، در حضور تو شادیه و شروع میکنم پرستش کردم، دوستت دارم و هر چیزی که الان اونجا وصل میشی، اون موقع هست که اتوماتیک دیگه در این مشارکت خدا به تو شروع میکنه به چیزای مکاشفه هایی دادن. چون تو آرفتی نه به خاطر چیزی دریافت کنی برای خودت، بلکه آمدی به خاطر خودش. من خودم عنوان شبا میتونم بگم، منم میرفتم اونجا به هر حال روزه میگیرم، دعا میکنم، آمدم پیش تو بگیرم. خدا میگه که داد، خدا با رحمت خودش میده، بعد آخر شرمنده میکنه، میگه که آمدی فقط برای من به خاطر خدمتی که داری، میخوای خدمت کنی، احتیاج به موضوع داری و بعضی وقت هم الان میای اونجا موعظه میکنی، آخرم جلالم کی میگیره؟ چه موعظه عالی. مرسی خدا، من واقعا تو عالی بودی، خیلی زیبا، و قسمتهایی هم همینطور جلال رو برای خودمون برمیداریم. از خودم میگم، ها، نمیخوام قضاوت کنم. بعد از این خدا میاد شرمنده میکنه، ببین جلال بر خدا، خدا بود، خدا صحبت کرد، فقط در ته قلب ببین من رفتم، من گرفتم، من این کارو کردم. میدونی این چیزایی هست که لکه هایی هست که خدا نشون میده و این لکه ها بعضی وقت هست که خدا اجازه میده که بعد از یه مدت به ما نشون بده، ببین اینم خودخواهی توش بود. چون در شخصیت خدا، شخصیت عیسی مسیح، هیچ خودخواهی وجود نداره و ما هم باید شریک طبیعت او بشیم. پس لکه ها باید از من برن. خدا اجازه میده و هر چقدر زیادتر، عمیق‌تر شروع میکنی با او زندگی کردن و ملاقات داشتن و به خاطر خودش، هر خدمتی، هر کاری میخوای بکنی، هر چیزی مهم، الان این خدمت خودت نیست، خدمت من فایده نداره، خدمت من موندنی نیست، خدمت من یه روز از بین خواهد رفت، فقط اون ملاقات، این ابدیه، اینو میخوام. و یه کسی که اینو به دست آورده دیگه نمیخواد از دست بده. هر فکرای، هر انگیزای اشتباه تو رو جدا میکنه و سعی میکنی اون رو نگه داری، از حق خودت میگذاری، کتک میخوری، همه چی رو میخوری، نه، هر چیزی که هست اینو میخوام نگه دارم.
تو رو ول نمی کنم خداوند. و این ملاقات هایی هست که عزیزان زندگی ما رو دگرگون می کنه. این ملاقات هایی هست که توی سختی ها تو رو عبور می کنه. این ملاقات هایی هست که ناعدالتی هم میشه، هر چیزی هم در زندگی تو اتفاق میفته تو میتونی بری. منظوری نیست که الان فقط صبح تا شب دهنتو میبندی، خدا حکمت میبخشه. در این ملاقات خدا نسیم خودش میگه، تسلی میده، بنا میکنه. خیلی چیزایی در زندگی من هست، آرزوهای ماست. الان فقط خدمت ها میتونم بگم، خدمت های زیاد متاسفانه همه ما باید یاد بگیریم. منم عزیزان خواهش میکنم با درست متوجه بشی، این برای خودم این موعظه میکنم، چون خیلی اشتباهاتم خودم اونجا کردم، انگیزه من درستم نبود، رفتارهای من درستم نبود، من فکر کردم و میدونم آخرشم خدا خیت کرد گفته نه اینم نیست. بعد از این فکر کردم الان بهتر شدم، خدا من اینم نیست. فقط هر چقدر تو میری دنبالش میری و بیشتر و بیشتر جستجو میکنی، ولش نمیکنی، این لکه ها بیشتر و بیشتر دیده میشن. و این لکه ها خدا نشون میده و میگه حالا میخوایم یک چیزی دیگه هم برداریم. یه موعظه هم نسیم کرده، آینه مگی. و اینجاست که ما باید نگاه کنیم چی میخوایم. خدمت رو میخوایم؟ میخوایم اینجا دیده بشیم؟ میخوایم جاهای مخصوصی برای خودمون باشیم؟ میخوایم خانه خودمون رو بسازیم؟ باشه، این قربانی ها خدا نمیتونه قبول کنه. بگو گفته وردارین از جلوی من. حتی هم در آموز نوشته این پرستش های ما رو خسته شدم، این هم وردارین، چون نیتش درست نیست. فقط الان کلیشه شده، همه چی کلیشه شده، قلب اونجا نیست، سرسپردگی اونجا نیست، قربانی نیست. یه قربانی هست که بوی بد میده، خدا میگه نه این بو رو نه. فقط یک قربانی که با انگیزش درست باشه، شفاف باشه، با تمام دل باشه، اینا خداوند میپذیره. و اونجاست که این احساس رو میکنم زمانی که این قربانا رو میبینه، اینجاست که خدا نزدیک میشه و اونجا آماده میکنه تو رو با یک ملاقات، یک زمینی آماده میکنه، چون قربانی های تو پسنده بود، رو حق خودت نایستادی. دائما همینطور برای خودت رو باید نشون بده، نه هر چیزی که گذاشتی میگی خدا من تو ارزش داری که از حق خودم بگذارم، تو ارزش داری خدا من در این قسمت کوتاه، تو ارزش داری صبح من بیدار بشم تو رو جستجو کنم، این جسد خودم رو میارم اونجا پیش تو رو قدس، مرسی خدا من، من آوردم چون مهمتر هستی، بدون تو نمیتونم زندگی کنم دیگه، تو دیگه نفس من شدی خدا من. و اینجاست با نیت درست، با انگیزه های درست، این قربانی ها رو باید بیاریم. و اینم خیلی زیاد مربوط به توبه هست، قبول کنی. زمانی که خدا باید متوجه شدی، قبول کنی که مشکلی داری. چون زمانی که با نیت های اشتباه خودم رو کور کردیم و فکر میکنیم درست هستیم، و افرادی هستن بودن توی کلیسا دائما هم میگفتیم که نه من مشکلی ندارم، مشکلی ندارم، مشکلی ندارم، مشکلی ندارم، دیگه خودشون اونقدر زیاد دیگه چیز کردن و سعی میکنیم به هر حال همه کارا رو برای خداوند دوری درست کنیم، بگیم ببین خداوند من درست ایستادم، فقط ملاقات ندارن، مثل اینکه یه چیزایی برای خودشون درست کردن که همه چی درسته. خدا میگه باشه و یه دیوارهای درست کردی برای خودت و از خودت فکر میکنی تو این هستی، باشه که همینطور در چی میگن قطی؟ نه خودسالی، خوشسالی، همینطور میمونی.
یک سال، دو سال، سه سال، چهار سال. ما باید زمانی که عیسی مسیح ارزش داره برای من، باید نگاه کنم، او رو جستجو کنم، خودم از مشکل من چیه. بیا پیش شبانت، پیش رهبر، بگی ما مشکل من چیه، تو چطور میدی، کدوم قسمت هایی هست که باید عوض بشه در زندگی من. من میخوام ملاقات با او داشته باشم. من میبینم کثیفم، من میبینم بدم، من میبینم رفتار من درست نیست، فکر من هنوز اشتباه است. چقدر رفته بودم توی سالیم، سالهاست دائما فقط داد میکشم خودم، فکر منو تازه کنیم، فکر من اشتباه است، فکرهای من بد هستن، احتیاج به فیض تو دارم که تو با تو ملاقات داشته باشم. این مشکله. و اونجا زمانی که متوجه میشین، زمانی که نکته ها رو میدیم، یا میریم پیش شبانه، شبانه تو رو هدایت میکنه و کمک میکنه. ما هم شبانه ما احتیاج داریم همینطور. از زمانی که روی خودمون کار میکنیم، خدا نگاه میکنه از بالا، میگه که پسر من یا دختر من واقعا درد میکشه، روزه میگیره، دعا میکنه، نه به خاطر اینکه موفق بشه، نه میخواد با من ملاقات داشته باشه. ای فرشته ها برین اونجا، روح القدس برو اونجا کمکش کنین، در قسمت های همه کارا رو انجام میده، چون الان عیسی مسیح اینجا میگه که الان من میخوام ملاقات داشته باشم. الان یه کسی هست که داد میکشه، از خودش راضی نیست و میخواد قربانی های زنده رو میاره، وقتش رو میاره، کلام رو میخونه. یه زمانی که اعتقاد پذیره، زمانی یه چیزی واقعا گوش میکنه، سعی میکنه دنبالش بره، خدا این چیزها رو نگاه میکنه و فضا رو آماده میکنه که با تو ملاقات داشته باشه. و این ملاقات، مطمئن باش، زندگی تو رو دگرگون خواهد کرد. و یه محبت، یه چیزی به دست میاری، یه چیزی الهی، یه چیزی ابدی به دست میاری و دیگه نمیخوای از دست بدی. بهتره بمیری از اینکه از دست بدی. واقعا به شما میگم عزیزان، چون ما هیچ شناختی درست از خدا نداریم. زمانی که او رو ببینیم یک بار دیگه، میبینیم زندگی من پوچه، او زیباترین، پرشکوفترین است، او مهمتر از زندگی منه و خدا میخواد ما رو به اونجا ببره. مثل غزل غزل ها که آخر عیسی میگه که این سلیمیت میگه که اشتیاق وی بر من است. چطوره؟ من از آن محبوب هستم و اشتیاق بر در من، یعنی هیچ چیزی درونش نمونده، همه چی خدا شده، عیسی مسیح شده. و خدا میخواد ما رو به اون جای برسه، مخصوصا در این زمان، در این فشارهایی که هست، در این اتفاقاتی توی ایران میفته. خدا میخواد مردای زنای خدا بلند کنه که واقعا ملاقات دارن، درست ایستادن، که بتونیم این کار عظیم رو انجام بدیم. نه کلیسایی که با همدیگه دعوا میکنن و همینطور هم سر همدیگه رو میکوبن. یه کسی که ملاقات داره دیگه واقعا خواهر برادرها رو شروع میکنه احترام گذاشتن و ارزش قائل دونستن. باور میکنین؟ این کلامی هست که خدا توی قلب من گذاشته، مزمور 84 میگه ای یهوه سبایوت، چه دل پذیر است مسکنای تو، جان من مشتاق بلکه کاهیده شده از برای صحنای خداوند، دل و جسدم برای خدا، خدای حی صیحه میزنه. خوش بالانی که در خانه تو ساکن، که تو رو دایم تسبیح میخوانند سلا. خوش بال کسانی که در این خونه عیسی مسیح، در خونه خدا، خونه یعنی نه الان فقط کلیسا، اینجا مسکنی، یه چیزی حضور خداست. خوش به حال کسانی که در این رابطه با خدا زندگی میکنن و خدا میخواد عزیزان ما رو به اونجا برسونه. دوباره میگم، فیض خدا آماده هست به تو کمک کنه
خدا رو جستجو کنی، زندگی تو درست کنی با خداوند، هدیه های درستی به خداوند بیاری. هر هدیه میخوای بیاری، الان بشین فکر کن، انگیزه تو نگاه کن، به چه دلیلی میخوای بیاری. اکثریت متوجه خواهی شد خودخواهی توشه، و اینجاست که خدا میخواد ما رو هدایت کنه. محبت تو به عیسی از قربانیایی که ارائه میکنی آشکار میشود. دوباره محبت تو نسبت به عیسی از قربانیایی که ارائه میکنی آشکار میشود. درست گفتم؟ تقسیم میکنی؟ تقدیم میکنی یا تقدیم میکنی یا قربانیه که تقدیم میکنی، یعنی دوباره محبت تو نسبت به عیسی از قربانیهایی که به او تقدیم میکنی آشکار میشه. و این یه چیزی هست که خود خدا میبینه، احتیاج نیست نسیم ببینه، احتیاج نیست شما ببینین، یه چیزی در خفا اتفاق میفته. آمین. خوش به حال ما عزیزان که خدا ما رو هدایت میکنه در این مشارکت صمیمانه با خدا، با این ملاقاتهایی. خوش به حال ما که یک روز واقعا این ملاقاتها نه فقط برای یک روز باشه، دو روز باشه، نه الان دستگذاری کنیم یکم بیفتیزم آی من ملاقات شدم، ملاقات نیستیم، فقط یک لمسی بود. ملاقات اینه که زندگی تو دگرگون میشه، دیدت عوض میشه، فکرت عوض میشه، گوشات عوض میشه. آمین. با هم دعا کنیم عزیزان. خدا، من اول تشکر میکنم عیسی مسیح که منو کمک کردی که بتونم این موعظه رو بکنم، چون واقعا کمک تو نبود اصلا نمیتونستم حرف بزنم. خدا واقعا تشکر میکنم روح القدس. من خدا من مرسی که این فیض رو به ما بخشیدی خدا من، که ما رو هوشیاری بدی و بیدار کنی. خداوند واقعا بتونیم به خودمون اول نگاه کنیم، چقدر خداوند عیسی مسیح، چقدر قربانی های ما، چیزایی که برای تو انجام دادیم واقعا با انگیزه اشتباه، با رفتار اشتباه. بعضی وقت هم شاید آمدی میگیم این حق منه. خدا من تو در ملاکی اینجا گفتی که شما فکر میکنین همه چی درسته. خدا من ما هم در خیلی قسمت ها فکر میکنیم، خدمت میکنیم، الان کارهایی انجام میدیم، الان بعضی وقت واقعا با نیت درستیه، بعضی وقت هست که فقط دنبال جلال خودمون هستیم. روح القدس هم بیا، روح القدس خواهش میکنم الان نوبت توست خدا من، بیایی ما رو ملزم کنی خدا من، به ما نشون بدی کجاست، کدوم قسمت هایی هست که ما خدا من از تو دزدی کردیم، بی حرمتی کردیم، فکر کردیم که هدیه خوبی آوردیم، فقط پشتش فقط انگیزه اشتباه بود. نمیدونم روح القدس، نه الان تو هستی که باید بیای نشون بدی. و مرسی عیسی مسیح که از این تخت فیضت خداوند، این قدرت، هر چیزی که ما احتیاج داریم به ما میبخشی که واقعا بتونیم این راه رو بریم. پس روح القدس تو بیا و تو این تک تک ما رو و کسانی که اینجا از طریق یوتیوب از کانالای دیگه میشنون خداوند، تو همه ما رو هدایت کن خداوند، نه فقط کلیسای ما، الان کلن کلیسای خودت، بدنهای خودت در تمام دنیا. بیا روح القدس الان تو خودت با نورت بیا خداوند، وارد این نفسمون، قلبمون بشه خداوند، و تمام نیتهای اشتباه، خودخواهی، دزدی و هر چیزی که هست خداوند بیرون بیار خداوند. و مرسی خداوند تو خدایی نیستی که محکوم کنی، بلکه میخوای کمک کنی، چون تو خودت میدونی خدا من به چه چیزی نیاز داریم.
بیا و همینطور کلیسا همونم خداوند ملاقات داشته باش. آماده کن این قلب رو، آماده کن این قلب رو، آماده کن خداوند، چون میدونم ملاقات داشته باشه این ملاقاتی که تو میخوایی خداوند دیگه خودشون نخواهم بود. تشکر میکنیم. حالا یه لحظه همینطور فکر میکنم خوب میشه یک دقیقه همینطور به خودتون این دعای خودتون بکنین. میتونی بگی که من میخوام کمکم کن، هر چیزی که تو دلتونه.